سیکشن ویو برای برش مدل از این فرمان استفاده می‌کنیم. در بخش مدیریت نما بر روی سیکشن ویو کلیک می‌کنیم. یک صفحه برش و یک فلش دو کمان برای ما نمایش داده شده. با استفاده از فلش که به رنگ زرد و در حالت انتخاب به رنگ آبی در میاد، میتونیم صفحه برشمون رو جابجا کنیم. بر روی فلش کلیک می‌کنیم و درگ می‌کنیم یا نگه می‌داریم و صفحه برشمون رو جابجا می‌کنیم. قطعه ما برش می‌خوره. با استفاده از دو کمان میتونیم زاویه صفحه برش رو نسبت به مدل تغییر بدیم. بر روی این کمانی که به رنگ آبی در اومده کلیک می‌کنم و موس رو جابجا می‌کنم. صفحه برش در حالت تغییر زاویه است. بر روی این کمان کلیک می‌کنم. صفحه برش به سمت چپ و راست تغییر زاویه میده یا در حالت افق. در قسمت دیزاین منیجر و سربرگ پراپرتی منیجر پارامترهای مربوط به فرمان سیکشن ویو برای ما نمایش داده شده. در قسمت دراینگ سیکشن ویو و در این کادر عنوان صفحه درج شده. در قسمت سیکشن متد دو دکمه رادیوی پلینر و زونال رو داریم. با انتخاب پلینر صفحه بر روی هر قسمت از قطعه باشه اون قسمت برش میخوره. و با انتخاب زونال که با کلیک کردن این انتخاب صورت میگیره کادری برای ما نمایش داده میشه. در این کادر میتونیم قسمت برش خورده رو تعیین کنیم. برمیگردیم در ناحیه گرافیکی و فلش رو جابجا میکنیم تا صفحه جابجا بشه. در قسمت کادر زونال بر روی این قسمت مدل کلیک میکنیم و قسمت انتخابی برش میخوره و اون قسمت که در کادر زونال انتخاب نشده برش نمیخوره. دوباره بر روی این قسمت مدل کلیک میکنیم یا قسمت اول و بر روی پلینر کلیک میکنیم. سیکشن آپشن دارای دو دکمه رادیویی رفرنس پلین و سلیکتد پلین. در قسمت رفرنس پلین صفحه برش بر روی یکی از صفحات اصلی قطعه قرار میگیره. صفحه فرانت تاپ رایت. ولی در قسمت سلیکتد پلین میتونیم صفحه انتخابیمون رو مشاهده کنیم و یا صفحمون رو تغییر بدیم. با انتخاب سلیکتد پلین صفحه برای ما نمایش داده میشه. با استفاده از شو سیکشن کپ، کیپ کپ کالر و گرافیکس آنلی سیکشن میتونیم نحوه نمایش برش رو تعیین کنیم. با انتخاب شو سیکشن کپ میتونیم مقطع برش رو نمایش بدیم و با انتخاب کیپ کپ کالر و گرافیکس آنلی سیکشن میتونیم رنگ برش رو تعیین کنیم که پس از تایید این رنگ باقی بمونه و این رنگ در ناحیه گرافیکی میبینیم که به رنگ آبیه. بر روی کیپ کپ کالر برای غیر فعال شدن این فرمان کلیک میکنیم. سیکشن وان. سیکشن وان دارای آیکون‌های پلین وان، پلین تو و پلین تریه که این آیکون‌ها صفحات مدل رو برای ما نمایش میده. با انتخاب پلین وان صفحه برش بر روی پلین وان قرار میگیره و با انتخاب پلین تو صفحه برش بر روی پلین تو قرار میگیره که میتونه رایت باشه، تاب باشه یا فرانت باشه. و با انتخاب پلین تری صفحه برش ما بر روی پلین تری قرار میگیره و عنوان این پلین در این کادر درج میشه. در کادر آفست دیستنس میتونیم فاصله صفحه برش از صفحات اصلی رو تعیین کنیم. میتونیم فاصله رو به 10 تغییر بدیم. صفحه داره جا به جا میشه. با انتخاب X Rotation و تغییر اعداد این کادر میتونیم صفحه رو در راستای X زاویه بدیم و در قسمت Y Rotation میتونیم زاویه صفحه را نسبت به محور Y تغییر بدیم. با انتخاب فلش هایی که در سمت راست این کادر قرار داره تغییرات رو انجام میدیم. Edit Color برای تغییر رنگ مقطع برش استفاده میشه و میتونیم رنگ مقطع برش رو تغییر بدیم. بر روی Edit Color کلیک میکنیم. در کادر Color و قسمت Basic Colors میتونیم رنگ مقطع رو تغییر بدیم. من رنگ زرد رو انتخاب میکنم و بر روی OK کلیک میکنم.
مقطع برش مایع و صفحه برشمون به رنگ زرد تغییر کرد. دوباره بر روی ادیت کالر کلیک میکنم و رنگ آبی رو که پیش ورز انتخاب میکنم و بر روی اوکی کلیک میکنم. سیکشن 2، بر روی سیکشن 2 کلیک میکنم تا این کادر باز بشه. در این قسمت میتونم یک صفحه دیگه انتخاب کنم برای برش، یعنی مدل من دارای دو برش بشه، سیکشن 1 و سیکشن 2. در این قسمت هم آیکون های پلین 1، پلین 2 و پلین 3 وجود داره و عنوان های offset distance، x rotation و y rotation و قسمت edit color. من بر روی پلین 1 کلیک میکنم، صفحه دومی برای برش برای من انتخاب شد، یا بر روی پلین 2 کلیک میکنم و مدل من دارای دو صفحه برش خواهد شد. در این قسمت هم که پلین 3 برای ما تعیین شده، اگر بر روی اوکی کلیک کنم، مدل من از دو جهت، این جهت و این جهت، دارای برش میشه. بر روی سیکشن ویو کلیک میکنم تا عملیات برش انجام نشه، دوباره بر روی سیکشن ویو کلیک میکنم. در سیکشن 1 پلین 3 رو انتخاب کردیم، در سیکشن 2 پلین 2 و سیکشن 3. میتونیم صفحه دیگه رو در این قسمت تعیین کنیم که مدل ما از سه صفحه برش بخوره. سیکشن بای کامپوننت، بر روی سیکشن بای کامپوننت کلیک میکنم، کادری برای من نمایش داده میشه و دو دکمه رادیویی اکسکلود سلکت و اینکلود سلکت. با انتخاب اکسکلود سلکت و در قسمت کادر یک قسمت از مدل رو انتخاب میکنم، درایو شافت 1. با فعال بودن اکسکلود سلکتد میتونیم قسمتی از مدل رو انتخاب کنیم که پس از انتخاب اون قسمت همه قسمت هایی که صفحه برش برای اونها قرار داره برش میخورن به غیر از قسمت انتخابی، و با انتخاب اینکلود سلکتد تمامی قسمت ها بدون برش میمونن به غیر از قسمتی که انتخاب کردیم. Transparency Section Component، در اینجا کلیک میکنم، در این قسمت و این کادر میتونیم درصد شفافیت رو تعیین کنیم. میتونم به شفافیت رو به صفر برسونم، در این قسمت کلیک میکنم که شفافیت میگه باید بین 1/100 تا 1 باشه. من شفافیت رو به 1/100 تغییر میدم. شفافیت مدل برش خورده در این قسمت تغییر میکنه و شفافیتش کمتر میشه. با انتخاب include selected تمامی قسمت ها دارای شفافیت میشن به غیر از قسمتی که انتخاب کرد. اگر بر روی preview کلیک کنم، مدل من بدون صفحه برش نمایش داده میشه. اگر بر روی save کلیک کنم، کادر save از برای من نمایش داده میشه که در این کادر میتونم در قسمت view name نمای برشیم رو عنوان گذاری کنم و نمای برش خورده رو در نرم افزار سالید ورکس ذخیره کنم. بر روی کلوز کلیک میکنم، بر روی کنسل کلیک میکنم تا نمای برش خورده اعمال نشه. در نتیجه در این آموزش یاد گرفتیم که برای برش یک مقطع و یا دیدن داخل یک مقطع از سیکشن ویو استفاده میکنیم و سیکشن ویو داره فرمانهای مختلفیه.